خروشان چو آتش فشان به اختر وفا کن نبر می به ما کن شدن رو بنا کن نمان یار خود به اختر وفا کن نبر می به ما کن شدن رو بنا کن نمان یار خود ما خوندیم، ما ایستادیم، ما مقاومت میکنیم.
تو جای کسی نیست. مشکل اصلی تو جامعه ما وجود رژیم آخوندی، رژیم پلید آخوندیه که عامل همه فساده و اول باید اون رو ریشه کن. نفسی نیست آخه این رسم عقابه، هم نشین با آفتابه. اگه پر نگیری اسیری به تقدیر شب نگذیری، اگه تو به جرم پریدن ستابار و آماج تیرین شدی. من مجاهد خلق هادی شفیع، حاضر حاضر حاضر. راز و فاسه بمیری چه زیبا تر از این که در مرمش سرف راز و فاسه بمیری. حالت سرنگونی خورده شده، طلسم ولایت شکسته، ولی فقیه ارتجاع تمام اعتبار نداشته خودش رو گرو گذاشت، با تمام قوا وارد صحنه شد. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، حمله موشکی به لیبرتی شماره 2. نخست وزیری عراق از انتقال مجروحان با خودروهای ساکنان ممانعت می کند و شهیدان رو به افزایش است. تا ساعت 7:30 بامداد به وقت محلی، در حالی که وضعیت مجروحان هرچه وخیمتر می شود، نخست وزیری عراق به نیروهای عراقی دستور داده است تا مانع انتقال مجروحان به بیمارستانهای بغداد با خودروهای معدودی که ساکنان از اشرف با خود به لیبرتی برده اند شوند. این در حالی است که بیش از 50 مجروح وجود دارد که حال برخی از آنها وخیم است. تا کنون دست کم 6 تن از مجاهدین، از جمله یک زن مجاهد خلق، به شهادت رسیدند. ممانعت ضد انسانی از انتقال مجروحان به بیمارستان شمار شهیدان را افزایش می دهد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 21 بهمن 1391، 9 فوریه 2013.
14 فروردین دشرف واکنش رژیم برای مهار نیروی سرکش آزادی در جامعه ایران، مخصوصاً بعد از شعله ور شدن دوباره آتش قیام‌ها از زیر خاکستر خیانت بود. در 6 و 7 مرداد سال 88 هم یک ماه و نیم بعد از شروع قیام‌ها، ولی فقیه برای حفظ تعادل خودش به شدت به حمله و اشرف نیاز داشت، زیرا بود و نبود رژیم در ارتباط مستقیم با فنا و بقای ضد رژیم است. این حقیقتی است که در 30 سال گذشته بارها آزمایه شده است و حالا طوفان قیام‌های منطقه هم به آن افسوده شده و رژیم را می‌لرزاند. دشمنان شما خواستند اشرف را منهدم کنند، اما اشرف در تمام جهان به عنوان نبرد شعله بر مردم ایران برای آزادی شناخته شد. می‌خواستند خاموشش کنند، اما آتشی در جان میلیون‌ها ایرانی افروخت که هرگز خاموشی نخواهد پذیرفت. این است افتخار مردم ایران و این است قله پایداری اشرف در یک دهه اخیر. پس سلام بر نسلی که در تاریخ ایران مظهر ایستادگی خلل ناپذیر و ضد تمام عیار تسلیم و سازش است. راهبر و آموزگاری که راه و رسم تسلیم ناپذیری را با آنها آموخت و نسلی را بر اساس پاکی و صدق و فروتنی تربیت کرد که سرمایه مردم ایران برای کسب آزادی است. بله، سلام بر مسعود، راهبر و معلم این نسل. مریم رجبی خواستار اعلام موقعیت پناهندگی مجاهدان لیبرتی از سوی کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و بازگرداندن آنها به اشرف شد. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجبی از کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد آنتونیو گوترز خواست به خاطر حفاظت از جان و سلامت مجاهدان لیبرتی بلادرنگ موقعیت پناهندگی آنها را اعلام کند و دولت عراق را وادار به بازگرداندن ساکنان لیبرتی به اشرف سازد. برای جلوگیری از کشتار مجدد مجاهدین در لیبرتی که پناهندگان سیاسی بی‌دفاع هستند، این تنها راه فوری است. کمیساریای عالی پناهندگان در سند 19 ژانویه 2012 خود اعلام کرده بود لیبرتی فاقد استانداردهای پناهندگی و استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است. اما مارتین کوبلر چند روز بعد در 31 ژانویه 2012 با فریبکاری اعلام کرد این کمپ با استانداردهای انسان دوستانه منطبق است. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که بیش از 4000 پارلمانتر را در اروپا و آمریکا در بر می‌گیرد، در اطلاعیه 6 فوریه 2013 خود این فریبکاری را شایسته تعقیب و محاکمه دانست و اعلام کرد این انتقال از ابتدا باطل و غیرقانونی و در تعارض با مواد 51 و 52 کنوانسیون 1969 وین بوده است.
این کمیته قویاً خواهان بازگشت فوری مجاهدان لیبرتی به خانه 26 سالشان در اشرف شده بود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 21 بهمن 1391 9 فوریه 2013. مجاهدین و تبلیغ عقاید برای آخوندها قابل تأمل نیست، به خصوص که زن باشی و یک دختر جوان دانش آموز که در کوچه و خیابون و ملح عام هم ظاهر بشی و بخوای اعلامیه، عکس و نشریه و کتاب مجاهدین هم تبلیغ کنی، دیگه خیلی فرق میکنه. ولی اون چه آخوندها در حق زنان و دختران هوادار مجاهدین روا داشتن، من هنوز نام گویا و عنوان شایسته پیدا نکردم. با سر بود عالمی مینگریست کین همه پیمه کشی بهر سوزاندن چین. چیست این عاشق من که به آتش زده فدیه خلق و وطن نو شهید دگری خوندشان. وقتی برای فروش نشریه یا پخش اعلامیه و اشاعه‌گری علیه سرکوبگری‌های رژیم بین مردم می‌رفتم، حزب‌اللهی‌ها منو با چماق می‌زدن. وقتی هم با مقاومتم روبرو می‌شدن، روسریمو از سرم می‌کشیدن. به خونخواهیشان پرچم افراشته‌ایم، آن شهیدان که شدن رمز الگو شرم. خوندشان ستاره باران خاک اشرف، از شهیدان نامشان امان جاری در قیام صلح ایران. خوندشان ستاره باران خاک اشرف، از شهیدان نامشان امان جاری در قیام صلح ایران. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، حمله موشکی به لیبرتی، شماره 9. به قرار اطلاع 60 موشک دیگر آماده شلیک به لیبرتی در نزدیکی این کمپ یافت شده است و نیروهای امنیتی عراقی نیز در ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی این موشک‌ها را رؤیت کردند. همزمان چندین خودرو نیروهای ضد شورش پلیس عراق به دستور مالکی وارد لیبرتی شدند و با سلاح و تجهیزات کامل در برابر ساکنان صف کشیدند. مقاومت ایران خواهان بازدید مقامات آمریکایی و ملل متحد از 60 موشک آماده شلیک و همچنین خروج بلادرنگ نیروهای پلیس و نیروهای ضد شورش از داخل لیبرتی به بیرون دیوارهاست.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 21 بهمن 1391. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت حمله موشکی به لیبرتی شماره 10. خانم معصومه ملک محمدی همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران در شمار مجروحان حمله موشکی بامداد امروز به لیبرتی است. من هم امروز به عنوان یک مجاهد، یک اشرفی، یک عضو شورای رهبری خیلی خیلی خوشحالم در این جمع، در این امر خطیر بزرگ و با شکوه ایدئولوژیکی و تشکیلاتی سازمانیمون در اشرف پایدار در این جمع حضور دارم. او از ناحیه پا و هر دو دست مورد اصابت ترکش و موشک‌ها قرار گرفته است. خانم ملک محمدی از زندانیان سیاسی فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که سالها در زندان اوین به سر برده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 21 بهمن 1391. ازم بپرسی چیه حرف تازه تو، چی میشه وقتی که رفتی اسم کار آوازه تو، از تنین سرخ این اسم حس تازه میگیرم، تو فراز این ترانه سر بلند و ساده میگم. اشرفی بوده و هستم، جز به رزمان دل نبستم، میخوروشم و میخونم هر کجا باشم همونم. توی زندون لیبرتی بازم اشرفی میمونم. بازم اشرفی میمونم. من سماجت حریقم میدونی، شعله بر میشم تو پنجه های بود، لحظه ها رو تو کمینم همه جا که به دستم شب تیر سر بیاد. اسم من رمز عبور از جاده ها، کی میگه راه پیش روم بسته میشه، حالا این خط این نشون که عاقبت زندون از همت من خسته میشه. اشرفی بوده و هستم، جز به رزم دل نبستم، میخروشم و میخونم هر کجا باشم همونم. توی زندون لیبرتی بازم اشرفی میمونم. بازم اشرفی میمونم. اشرفی بوده و هستم، بوده و هستم، جز به رزمان دل نبستم، میخروشم و میخونم هر کجا باشم همونم.
زندگی بازم اشرفی میمونم، بازم اشرفی میمونم، بازم اشرفی میمونم، هر کجا باشم همونم، بازم اشرفی میمونم، بازم اشرفی میمونم. خبر حمله موشکی وحشیانه به کمپ لیبرتی توسط رسانه‌های مهم بین‌المللی انتشار یافت. آسوشیتد پرس. پلیس عراق می‌گوید مهاجمان به کمپ پناهندگان یک گروه تبعیدی ایرانی در خارج بغداد موشک شلیک کرده، 6 نفر را کشته و بیش از 100 تن را مجروح کردند. این کمپ محل استقرار مجاهدین خلق است. دو مقام پلیس و یک سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران آمار تلفات را تایید کردند. خبرگزاری رویتر. سازمان مجاهدین خلق گفت 6 تن از جمله یک زن به دنبال حمله موشکی به کمپ لیبرتی نزدیک بغداد کشته شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در بغداد گفت از شمار کشته شدگان مطلع است. مجاهدین خلق برای سرنگونی حاکمان مذهبی ایران فراخوان دادند. این سازمان سال گذشته میلادی از لیست آمریکا خارج شد. خبرگزاری یونایتد پرس بین المللی. در اثر حمله به کمپ لیبرتی در بغداد 6 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. شورای ملی مقاومت ایران گفت تعدادی از این مجروحان در شرایط وخیمی به سر می‌برند و تعداد کشته ها ممکن است افزایش یابد. بیش از 3100 تن از اعضای مجاهدین خلق ایران بیش از یک سال است که از کمپ بزرگتری به نام اشرف به اینجا منتقل شدند. کمپ اشرف در سال 2009 و 2011 مورد هدف حملات مرگبار قرار گرفته است. این ایرانی ها که ده ها سال است در عراق مستقر هستند، خواهان سرنگونی رژیم کنونی در کشورشان هستند. بی بی سی جهانی. 6 تن از جمله یک زن در اثر حمله به کمپ لیبرتی در بغداد کشته شدند. لیبرتی در حال حاضر محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است. مجاهدین خلق گفتند 6 تن از ساکنان کمپ کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. برخی از مجروحان به طور جدی زخمی شدند. این سازمان از اینکه انتقال مجروحان به بیمارستان متوقف شده شکایت کرد. شورای ملی مقاومت طی بیانیه‌ای اعلام کرد برخی از مجروحان جراحات جدی دارند و شمار کشته شدگان ممکن است افزایش یابد.